توقف، و اگر سیستم دیگر رو مشاهده بکنید استاپ شده و استندبای. خب الان وقتشه که کارت مموری اون سیستم رو خارج بکنه. این کارت خارج شد، امرس رو فشار میدیم و ران میکنه. این ران شد، اطلاعات کانفیگ رو از مستر میگیره و سیستم میشه ریداندان. این الان برگشتیم به حالتی که کارت حافظه وجود نداره. الان میخواییم که کارت حافظه فلش رو قرار بدیم در سیستم. نکته‌ای که اینجا وجود داره توصیه میشه برای اینکه ما در این کار دچار مشکل نشیم، یه اوبی دیگری هست از این اوبیای وقفه، اوبی 83 رو داشته باشیم. کلن اوبی هایی که با عدد 8 شروع میشن و بعضی از اونایی که با 12 شروع میشن مثل 121 122 اینا مهمن در سیستم های ریداندانت. من در پروژه آفلاین یه اوبی 83 ایجاد میکنم و بعد این عملیات اضافه کردن کارت فلش رو انجام میدم. این اوبی 83 در این پوشه قرار داره. خب میام یکی از سیستما رو استاپ میکنم و اطلاعات رو بهش منتقل میکنم. اینجا توجه بکنید، این سیستم مستر کار کنترلم دارم، اینو استاپ میدم، کارت فلش رو میذارم داخلش. خب این کارت فلش امرس میبینید استاپ چشمک زنه، امرس رو فشار میدم. خب اما الان نیاز هست که من برنامه و اطلاعات کانفیگ رو به این دانلود بکنم. دانلود کردنش نکته ای داره که اینجا الان خدمتتون میگم. ببینید با خود، البته این در وضعیت رانم باشه که بتونم سویچ تو انجام بدم بهتر. از طریق نرم افزار برای انتقال اطلاعات به کارت فلش باید بیایم از منوی PLC Download User Program to Memory Card، یا با PG باید این کارو بکنیم یا از طریق این پنجره. خب اوکی یس، اطلاعاتو منتقل کردیم به کارت حافظه فلش. خب اطلاعاتی که اینجا منتقل شد، اگر الان همه چیز اوکی باشه من سویچ تو بکنم، این سیستم باید بیاد بالا. فقط چون پیغام غیر منتظره اومد یه بار دیگه اینو تکرار میکنم. بله این غیر منتظره هم نبود، چون سیستم باید سویچ تو بشه، نمیتونه بیاد بالا. میایم منوی PLC کنترل آی یا اپراتینگ مود، سویچ تو رو میزنم with expanded memory configuration. اگر باشه، چون اینجا به عنوان یک حافظه جدا از رمه قبول نمیکنه اولی، with altered configuration switch اوکی. سیستم اومد بالا و این شد مستر. و اگر به چشمک زدن این چراغ هم دقت کنید از دست نرفت. خب الان ما باید کارت فلش دوم رو روی سیستم استندبای جدیدمون که سمت راست هست قرار بدیم. این سیستم استاپه، کارت فلش رو قرار میدیم. خب امرس رو فشار میدیم، چشمک زن این باید ثابت بشه، وضعیت ران بذاریم، کار نخواهد کرد تا اطلاعات به اینم منتقل بشه. اگر این با PG پروگرام شده بود ما مشکلی نداشتیم. حالا اینجا نکته ای هست، اینجا ببینید من میخوام به اون سیستم اینو منتقل کنم. میام منوی PLC Download User Program to Memory Card به رک 1 اوکی و اطلاعات منتقل شد. اینجا میگه CPU رو ران کنم، یس yes.
ران شد و سیستم اومد تو ماده ریدان. الان با کارت فلش دو مگ هر دو سیستم تو ماده ریداندانت هستن و همینجور هم که بینید کار کنترلم از دست نرفته. من از طریق نرم افزار میزان حافظه رو به شما نشون میدم. کنترل دی تب مموری، ببینید این حافظه اضافه شده، قبلی که رم 256 و این که جدید 2 مگ. فقط نکته ای که از شما از این به بعد دانلود میکنید باید از همون قسمت PLC Download User Program تو مموری کارد استفاده کنید که نکاتی داره، اگر توجه نکنید ممکنه منجر به استاپ سیستم بشه. این هم نحوه اضافه کردن کارت فلش به سیستم ریداندانت یا تغییر در کارت حافظه. ممنونم.